در این بخش برنامه چند دو بیتیه که از سروده های خودم است خدمتتون تقدیم میکنم. خدا کنه قبول. در شهر چی غلغله بپا گشته است، صد پیر و جوان به عشق آغشته است. شاید برسی مرا که زنده ام هنوز، زیرا نگهت همه خلق کشته است. خالق که بیا فرید خود بده است ترا، کرد شاید یکی هست نپیوست ترا. تا جمله جهان ترا ببینن گردن حیران، به خالق که بکرد هست ترا. گویند که قلب منزلگه عشق و صفاست، آینه مهر است، امید است و وفاست. این درگه است که تا به خدا میرسد، گر بشکنی دانی که گناه است و گناهست. هر گم کرده ره سوی تو شتابان است، منزلگه تو منزلگه تابان است. ما ذره ایم در عقل نتواند گنجی، آنچی که توی عقل همه نادان است. ما شوی به آسمان دل جاده همد، گرچو صدفه جای چو دریاد همد. پروانه شوی شب کنار مایی، شمع شوم و سوزم و گرما دهم. مایی در گذر رو چرخ دنیا در گذر، سودای خوشی و غم و دردها در گذر. گوش کن ز وفا بار سنم حرف دلم، امروز در گذر حرف لبها در گذر. تشکر. حاضرین محترم، گاه نویسنده مشکلات و پرابلم های و دردهای جامعه را به شکل طنز پیشکش خواننده می نماید و به سمع مردم خود می رساند. در این بخش طنز توسط محترم کریم جان نجیمی تقدیم شما می شود که نوشته محترم واحد نظری است. زنگ تلفن آمد، گوشی را برداشتم. صداش گرفته بود. پس از اول پرسی کوتاه پرسیدم شیرها؟ نام شیرها نبود، ولی ما از احترام زیاد برش شیرها میگفتیم. چی گپ است؟ چرا صدایتان گرفته است؟ صدایش دیگه هم گرفته تر شد و گفت اگر کدام کار نداری و یا خانه هستی، یک چند دقیقه پیشت میایم. گفتم شیر آقا چرا شما زحمت بکشین، من خودم خدمتتان میایم. گفت نه من میایم. گوشی را ماند و خلاص. هنوز یک ساعت نگذشته بود که شیر آقا مقابل سر چوکی قرار دارند و پیاله چای در دستش میلر زیدای استایسته. گفتم شیر آقا خیرت خوب بود؟ شیر آقا تکان خورد و خدا تچوکی راست کرد. هان دمی فکر بودم
که از کجا برد شروع کنم و چه قسم برد بگویم. تو آدم فامیده استی، شاید سرم خنده نکنی. دلم به ترکیدن رسید، به کس دیگه هم گفته نمیتونم. شاید سرم خنده یا مسکرگی خواد کردم. برای لحظه چوب شدو منتظر من. چشماش که اشک پر شده بود با دست خود مالید. بدون از اینکه طرف ما ببینه ادامه داد. تا حال هیچ وقت خدا اقدر بی دست پا احساس نکده بودم. و با مثل موتره که تیل بند کده باشه چند بار خواست که حرف خود ادامه بدن خو نتانست. مکس کردم و منتظر ماند. باز بدون از اینکه روی خود طرف ما دور بدن میگه یک احساس عجیب و غریب برم پیدا شد. دل میشه که یک کس مرا به فرزندی بگیره. باز مکس کردم منتظر ماند که من چی عکس العمل برش نشان میدم. در اول بسیار زیاد خندیم گرفته بود، ولی بدون از اینکه شیراغا متوجه شود با صدای بسیار جدی برش جواب دادم. مثل که شوخی میکنه شیراغا. شیراغا تکان خورد و خدا تجاکی راست کرد. نه شوخی نیست، اصل واقعیت برات میگم. در اول چشمایم بدون از اینکه در اختیار خودم باشه زیر پاهای مردم بالیده میرفت. گویا به خاطر این نبود که قدرت دیدن چشمای مردم نداشتم. همه تو در دلم میگشت که یگان بندل پول $1,000 یا £1,000 در زیر پای افتاده باشه وردارمش. از بخت بد غیر از خلطه پلاستیکی، سوختگی سگرت، پوست ساجق دیگه چیزی را نمیدیدم. یگان دفعه یگان یک پولی یا دو پولی را میدیدم او را غرورم برداشت نمیکرد تا خم شوم و بردارم. پس آن طرا عادت کردم. اگر از مقابل کدام موتر مقبول تیر می شدم یا موتر مقبول می دیدم و یا کدام خانه زیبا را می دیدم، لحظات دور و دراز با قلب پرومید و یه آرزو انتظار می کشیدم که ای خدا حال مالک موتر از موترش پایین می شه و می گه بفرمایید این موتر به شما باشه. و یا صاحب خانه از خانه خود پایین شود و بگوید بفرمایید این خانه قطعی فرش و زر مربوط به شماست. روزا گذشت ولی هیچ کسی کار نکرد. ولی حال از چند روز به این طرف به دلم میشه که کسی مرا به فرزندی بگیرم و به مثل فرزند وفادار از دل جان خدمتگارش خواد بودم. شبانه شورهایش چرب میکنم و روزانه هم برش دلقک بازی میکنم. لحظه شیراغا چوب شد و با چشمای اشپر به طرفم دور داد. چطور مزدار و دلچسب نبود؟ گفتم شیر آقا جان به این جای شکی نیست که بسیار خنددار و مزدار است، ولی خنددارترش را بشنو. من هم به حین مرض سردچار هستم. مرا باد سرم زده که میلیونه شوم. انواع و اقسام تکتای لاتری میخرم. شب و روز نقشه میکشم که این میلیونه را چی کنم. ولی شیر آقا جان این هم خوب میدونیم
که مولا هم نمیدونه زندگی واقعی را بر ما برگردانه با چشمایی را که به گشنگی عادت کرده سیر کنه.